درصدش پروتئین باشه، یه مقدار کمی هم حدود 10% میوه‌جات بخورین، مصرف آبتون مطمئن باشین به اندازه باشه، به خصوص شما که مشکل دیسک کمر و این چیزا دارین، هیچی بهتر از آب به شما کمک نمی‌کنه. و به هر حال اگر سوال به خصوص دیگه‌ای دارین من میتونم در خدمتتون باشم، اگر نه من فکر می‌کنم بله جونم میتونم یه سوال دیگه بپرسم بله. از شما؟ بله بفرمایید. یعنی من وزنم 140 بود، الان شده 150. یعنی من کلا خیلی خوب، مثلا تغذیه‌ام خیلی خوبه. قدتون چقدره؟ برای چی شیرینی‌جات زیاد نمیخورم، فقط با قند چای رو با قند میخوردم، الان 4-5 ماه دیگه استاپ کردم، اصلا نمیخورم. اوکی، قدتون چقدره؟ 152. خب وزنتون شما حداقل 20 پوند اضافه دارین. بله. حداقل. البته بستگی، من هیچ وقت با وزن نمیرم جلو، من با سایز میرم همیشه. الان شما 10 میپوشم، تو وزن میپوشم. نه، شما سایزتون باید برسه به 4 تا 6 ماکسیمم. آها. و میرسه. خیلی راحت همچین چیزی امکان پذیره. در عرض 6 ماه تا 1 سال کاملا امکان پذیره، کاملا. منتها خب باید یه مقدار بلنس. شما میفرمایید من با مطب شما تماس بگیرم؟ من فکر میکنم که اگر دوست داشته باشین تحت نظر ما باشین بله تماس بگیرین، به راحتی میشه کمکتون کرد، خیلی راحت. خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم، مرسی از تماستون. عید شما مبارک. عید شما مبارک. عید نوروز. مرسی، شما هم همینطور. خدا نگهدارتون عزیز. مرسی، خداحافظ. بابا. برنامه شفا بفرمایید. برنامه شفا؟ سلام دکتر. سلام عرض میکنم. حال شما خوب هستین؟ متشکرم، بفرمایید. خیلی تشکر از برنامه خوبتون. خواهش میکنم. یه کمی بلندتر صحبت کنین لطفا. اولی سوال اتاق فرمان خطا همه قطع شد. اوکی، یه خط دیگه میگیریم. عذر میخوام خانم عزیز که زنگ زدین، مثل اینکه یه اتفاقی افتاد، خطا یه مقدار، دوباره زنگ بزنین لطفا با پوزش. الو بفرمایید. آقای دکتر سلام، من چند دقیقه پیش باهاتون صحبت کردم. او شما الان زنگ داشتم با شما صحبت میکردم؟ نه من قبل از اینکه برنامه‌تون شروع بشه باهاتون صحبت کردم. بله. از سان فرانسیسکو. جانم بفرمایید. آقای دکتر ببخشید، من فقط یادم رفت یه موضوعی بهتون بگم. من وقتی هم که اکتیو میشم این مری من خیلی درد میگیره، یعنی وقتی که ورزش میکنم یا کارهای خونه رو میخوام انجام بدم خیلی درد میگیره. خیلی خوب، اینا رو وقتی که اطلاعات کامل از شما بگیریم بیشتر راهنمایی میکنیم حتما خدمتون. همونجوری گفتم یه پرونده تشکیل بدین، حتما خدمتون راهنمایی میکنیم. اوکی، خیلی متشکرم آقای. مرسی از تماستون. خدا نگهدارت. خدافظ. اما جان میخوایم بریم پیام ها رو برگردیم. اوکی دوستان عزیز، اگر اجازه بدیم میریم سراغ پیام ها و بعد از چند پیام کوتاه برمیگردیم در خدمت شما عزیزان به ادامه پاسخ به سوال ها. با ما باشید. با سلام و درود مجدد و تشکر، بدون اتلاف وقت میریم سراغ خط ها. برنامه شفا بفرمایید. سلام عرض کردم آقای دکتر، با تشکر از برنامه خوبتون و اطلاعات خوب که میدید، میخواستم خواهش کنم در مورد ترک شوگر ادیکشن و کافی ادیکشن علاوه بر کریف که من تصمیم دارم استفاده بکنم یه سری اطلاعات بدید. خواهش می‌کنم. باشه عزیزم. میخواین از تلویزیون گوش کنین؟ از تلویزیون گوش میکنم. من مید 50 هستم و پری دیابتیک. اوکی، اگه سوالی میخواین روی خط باشین که اگه در مورد خودتونه، معمولا این دوتا و الکل اینا با همدیگه یه مقدار میرن جلو، یعنی کسی که یه مقدار این حالت رو داشته باشه که قند خونش زیاد تعادل نداشته باشه، که این میتونه دلایل مختلف هم ژنتیکی هم روش زندگی و هم مسائل استرس و احساسی و نوع تغذیه، همه اینها میتونه، یعنی عادات که توی تغذیه هست میتونه همه اینها اثر بذاره روی اینکه یه شخصی هایپوگلایسیمیک بشه، که وقتی هستش که قند خونش هی میفته پایین و وقتی که هی میفته پایین هی حواس چیزای شیرین و یا چیزای محرکه مثل الکل و یا کافئین و غیره میکنه که اون انرژی رو بیاره بالا و باز دوباره اونا قند رو میبره بالا، و به خاطر اینکه هی قند میره بالا و ما هی چیزای شیرین میخوریم، پنکراس
که مجبور اینسولین ترشح بکنه که قند خون ما از یه حدی بالاتر نره، اگر بره ما میریم توی کما، این هی مجبوره که اینسولین ترشح بکنه. وقتی که این عمل زیاد تکرار بشه و ما زیاد بخوریم مواد قندی رو، پنکراس یه مقدار اوور اکتیو میشه، یعنی فعال میشه و یه مقدار فعالیتش بیشتر میشه، اوور اکتیو میشه و بعضی موقع حتی ما چیز شیرین هم که نمیخوریم این انسولین رو رها میکنه توی خون و اون موقع است که قند خون میفته پایین و اون موقع است که میبینی شخصی حالت خیلی بیحالی و شاید حتی حالت قش بهش دست میده، فوری بهش آب قند میدن، که این کار زیاد درست نیست، نباید به اون مرحله برسه که اصلا اونجوری بشه. و بهترین راهش اینه که معده رو نذارین خالی باشه و خیلی به آرومی قند و شکر و کربوهیدرات هایی که خیلی پروسس شده است و قهوه و غیره به آرومی هی کم بشه. فرمول کریولینگس ما خیلی به این مسئله کمک میکنه، برای اینکه هم قند رو تنظیم میکنه، هم میل رو نسبت به مواد قندی، مواد نشاسته، الکل و کافئین و حتی یه مقدار سیگار کم میکنه. و اگر ما بتونیم وعده های خیلی کوچیکتر بخوریم و تعداد غذاهامون رو زیاد بکنیم و هر موقع این حالت بهمون دست میده، بهترین راهش اینه که یک لیوان آب بخوریم و معمولاً کلینیکال استادی نشون میده که بعد از دقیقاً 16 دقیقه این حالت تمایل از بین میره. اگر همون موقع یه لیوان آب بخوریم و 16 دقیقه صبر کنیم، این کم کم میتونه ما رو یه مقدار ترین بکنه که این عادت رو از سرمون دور کنیم و یه مقدار بالانس‌تر بشیم از نظر قند خون. و همین میتونه در مورد شما صدق بکنه. اگر پری دیابتیک هستین، امکان داره که شما الان یه مقدار حالت هایپوگلایسمیا دارین و قند خونتون هی نوسان میکنه و بالا پایین میره. اگر سوال دیگه دارین در خدمتتونم، اگر نه برم سراغ خطوط بعدی. خیلی متشکرم. با تماس میگیرم. خیلی متشکرم. مرسی عزیزم. خدا نگهدارت. برنامه شفا بفرمایید. سلام. سلام. خسته نباشید. متشکرم. بفرمایید. آدیتو. بله عزیزم. آدیتو، من 2007 یه تصادف داشتم. تصادفم خیلی شدید بود. میخوام دوباره جزئیات بگیرم بشم. ولی امارایشون داد که C5 و 6 من مال گردنم حضور پاش بیرون گرفت اومده به دیسک به نرو اصلی. اوکی. فشار وارد میگیره. اوکی. بعد این الان نتیجه این کسیدیتی که برای من ایجاد شد، علائم های خیلی بدی رو برای من مثل نام شدن دستان، پاهام، خوابیدن دستان، درد شدید دستان تو در شبا، بعد وقت توی هست که شب دستان به قدری درد میگیره که از درد شدید بیدار میشم، بعد وقتی دست راستم رو نگاه میگیرم احساس میکنم اصلا استخون وجود نداره. بله. در درمان بودم، بعد دکتر تشخیص دادن که استروید انجکشن انجام بگیرم بدم، که این کارم کردم بعد از اون دو مختلف نظر خود خانواده بودم که کار نکنم و پختوباز نکنم و تمیزی نکنم و این موضوع گذشت و خیلی بهتر شدم. بعد شد اکسیدر دوبار من تصویب دوبار من که دوباره مجرد تمام این دعوا برگشت، طوری که الان دوباره همون نام شدن دستان، پاهام، راه نمیتونم بگیرم برم، یعنی اصلا کنترلم از دست میدم، گردنم یعنی سرم روی گردنم سنگینی میگیره میکنه، بعد وقت میفتم دستم اگر لیوانی چیزی بگیره باشه ناخودآگاه میفته میشکنه. بله. بعد الان طوری الان نگرانیم بیشتر به خاطر اینه که این نام شدن مثلا آبو باز میگیرم میکنم تمام این دستام شروع میکنه نکای انگشتام گز گز گرفتن کردن، الان این حالت روی لبام گرفت، سردرد شدیدی که برای من ایجاد گرفته شده، اینا منو خیلی نگران گرفته کرده و دکتر من برای من برگشت گفت که تو دو تا آپشن بیشتر نداری، یا بایستی تا تمام عمر دارو استفاده بگیر میکنه یا بایستی عمل جراحی انجام بگیر بدی. به خاطر این موضوع شدم که به من راهنمایی بگیر میکنه آیا این کار انجام بدم یا نه. اولا شما چرا اینقدر تصادف میکنی؟ نمیدونم تصادف از مقصر من نبودم، همیشه من تو این نه اصلا موضوع مقصر نیست. خدا میگم اگه خود راننده خوبی باشی نزنی دیگری میزنه اینجاست دیگه، اصلا موضوع این چیزا نیست. ببینین من باورم، من از مکتبی میام که باورم این هستش که تصادف هم ما خودمون به وجود میاریم، هیچ چیزی تصادفی نیست و همونجوری که تمام نظام دنیا هیچ چیزیش بر اساس تصادف نیست، حتی تصادف کردن ما هم به خاطر یک مقدار دلایل میتونه باشه. که من اولین پیشنهادم اینه که شما یه نگاهی به زندگیتون بکنین،
آدمایی هستن که هیچ وقت تصادف نمیکنن، آدمایی هستن که زیاد تصادف میکنن و اینا یه مقدار زیادی مربوط به باکران که ترافیک لایت خانمی از پشت خانم محسن. ببینید اصلا موضوع من نمیگم تقصیر با شماست، خواهش میکنم به عرض من توجه کنین. موضوع نیست که تقصیر با شما بوده یا کسی از غیب اومده و به شما زده و شما رو دوچه. ببینید به صورت ناخودآگاه ما همه اینا رو به وجود میاریم. من میخوام از ریشه برم و شما باید یه مقدار روش زندگیتون و یه مقدار افکار و عقاید و نظراتتون نسبت به زندگی، نسبت به خودتون و غیره، اگر اونها یه مقداری بررسی بشه به احتمال زیاد تصادفای زندگی شما کمتر خواهد شد. این حالا باشه کنار، اینو میذاریم تو جعبه، حالا میایم سر مشکلی که الان داریم. اگر از من میپرسین که عمل بکنین یا نه، من هیچ وقت نمیتونم برای شما تصمیم بگیرم، ولی اینی که تا آخر عمرتونم دارو بخورین، من اونو زیاد باهاش موافق نیستم. پیشنهادی که من به شما میکنم